مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. در دست‌های بارانی، در چشم‌های غم‌زده سر می‌زند ترانه تنهایی. آوازخوان میهن من از کوچه‌های سرکشی و عشق پرواز می‌کند آن سوی خانه، جایی که غربتش از پشت کوه و فاصله پیداست. میهن گاهی یک قطره نور در شب دریاست، گاهی ترانه‌ای در لحظه سکوت. میهن معنای دوست داشتن است. وقتی که دستهایش را میگیری و با تمام عشق فریاد میزنی دوستت دارم. علیرضا نوری‌زاده جمعه 14 شهریور ماه 4 سپتامبر به شما سلام میکنم. من امروز یه مهمون عزیز دارم که میزان علاقه من به او برای شما دیگه ثابت شده، میدونی. من یه وقتی گفتم، هفته پیش اشاره کردم، این عاشورا، محرم، به هر حال به اندازه عمرمون ما دیدیم، منتها از وقتی اینا اومدن و عزاداری رو تبدیل به رقاصی کردن و بالا پایین پریدن و یه چاقوکش مداحشون شدن، دیگه علی بهاری نبود که مت بخونه، ذبیحی نبود، مجلس روزه‌ای هم که برپا میشد مجلس منزل مرحوم آقای شریعت مداری نبود، منزل مرحوم شیرازی تهران خیابون ارامنه نبود، منزل حاج باقر چیتگر نبود، میز باقر چیتگر. نگاه میکنم به این بالا پایین پریدنهایی که اینا تو خیابونا دارن. طرف داشت میمد رد میشد که کاسه ماست هم دستش بود، سینه زنه چنان زد زیر کاسه ماست، ریخ رو سر کله بچه. حالا اینا همش ادا و اطفار. آقا برای حفظ سلامت خودش در حسینیهشون تکی میشینن، یه مدا هم تکی به فاصله 20 متری میخونه، آقا هم مثلا گریه میکنه. اما به مردم میگن بری خیابون کرونا رو پخش کنید بین خودتون، چون بعد یه دعا میخونید امام زمان نجاتتون میده. میبینیم امام زمان چرا خسرو خوبان رو نجات نداد، چرا آقای خسرو شاهی رو نجات نداد. این همه از آقایون علما که گرفتارش شدن. باری اجازه بدید به مهمان عزیزم آقای مهندس حسن شریعت مداری، دبیر کل گذار به دموکراسی و حاکمیت ملی، سلام کنم. من هم سلام دارم خدمت دوست گرامیم آقای نوری‌زاده و مجریان محترم برنامه و همه هموطنان عزیز و خوبی که این برنامه رو تماشا میکنن. مهندس بذار اول این سوال ازت بکنم. از اون مجالس پدر به یاد شما چه مانده؟ از اون منبری های اون زمان؟ خب یک فرق اساسی که کرده آقای نوری‌زاده، الان همه اینها ابزاری هستند برای حاکمیتی که کارش سلطه است. اون موقع افراد که اونجا می اومدن احتمال این که از اونجا نونی در بیارن یا کیسه‌ای بدوزن یا به منصبی برسن نبود. هر کسی هم کار خیری می کرد و نمیدونم قضایی میداد به مردم، واقعا یک نیتی داشت. حالا کاری به این نداریم که این نیت رو اگر تجزیه و تحلیل کنیم
چقدر درسته چقدر غلطه، ولی اون با خلوص نیتی میکرد که واقعا به دل مینشست. و امروز همه چیز تظاهر، من دیدم سالها قبل که طرف نوشته بود این مجلس را آقای دکتر فلان متخصص فلان از دانشگاه فلان گرفته و در اینجا خیرات میدهد، با تابلوی بزرگ زده بود بالای خیابون. خب ببینید این همه تظاهر نفرت انگیز واقعا. بله این تفاوتی است که من حس میکنم. یه چیزی بود که غلط یا درست عده‌ای معتقد بودن، دل بهش بسته بودن و خودشون رو سبک میکردن با این عزاداری، قصه روزگار را میسرودن باش و تخلیه میشدن. و امروز یک جایی برای تظاهر و خودفروشی و عرض به خدمتتون رسیدن و آلاف و علوف و اصلا با هم قابل قیاس. مهندس خیلی خوب اشاره کردی شما، من بیشتر انگشت رو اون خلوص میگذارم. واقعا در چهره اون آدما من تظاهر و فریبکاری نمیدیدم، شاید هم توشون بودن، ولی در اکثریت کسانی بودن که با عشق و خلوص بودن. بعدم یه دوره بود سه روز چهار روز تموم میشد، شاه مملکت هم روزه داشت و مجلس سپهسالار، سه روز تموم میشد میرفت. ولی اینا کشوری رو فلج کردن. آقای مهندس 90 روز تعطیلی و نمیدونم نیمه تعطیلی و برای امام و امامزاده و مرگ و میر، آخه ببینید اینا مملکت رو فلج کردن، یعنی مردم رو در برابر در واقع اسلام قرار داد. قدیسینی که اینا براش عزا میگذارن امروز زنده بودن، چی به سرش بود جمهوری اسلامی؟ درسته. آیا کاری نمیکرد؟ میگفتن کاش در همون دوره بودیم و شم رو ابن زیاد ما رو مسلم میکردن و به دست اینا نمیرسید. کاملا با تو موافقم، کاملا. آقای مهندسی اتفاق بسیار خوبی که افتاد، همه ما خانم ستوده رو ستایش میکنیم، این بانوی گرامی رو قدر مینهیم، ولی اینکه جایزه دولت آلمان از طریق آلمان، یعنی در واقع یک تشکیلاتی در اونجا به ایشون تقدیم بکنه، به نظر من خیلی مهم بود. دلم میخواد شما راجع به این جایزه و اهمیتش بفرمایید. بله خب این جایزه رو انجمن قضات آلمان داده و یک خانم یک آقا که در رأسش هستن دادن و این جایزه مهمی است از این جهت که یک وقتی انجمن قضات میده یعنی محکوم میکنه جمهوری اسلامی رو غیر مستقیم، وقتی کسی رو که به علت ظلمی که در زندانها به او و همترازانش میشه در حقیقت اعتصاب قضا کرده، وضعش خرابه و خواسته هایی داره، در حقیقت به جمهوری اسلامی میگه که ما قضات اگر در جای نشسته بودیم که میتوانستیم شما رو محکوم کنیم و خانم ستوده رو برنده این دادگاه بکنیم حتما این کار رو میشه. ثانیا از این جهت مهمه که قضاتی در این انجمن هستند مانند قضاتی که در دادگاه قانون اساسی هستند و قضات برجسته که از هر سیاست مداری قدرتشون در آلمان بیشتره و این یک نهاد تنومند در سیستم قضایی آلمان هست. بنابراین واقعا آلمانی ها اهمیت بسیار ویژه‌ای دادن که این نهاد بی نهایت محافظه کار و موازه به هر حرکتش که چون معنی داره این کار بزرگ رو کرده. من همینجا به خانم ستوده و همه زندانیان سیاسی عزیزی که در حقیقت دست جمعی مورد خطاب این انجمن قضات بودن و به یکسان بودن منات میتوان گفت که هر کدوم از اینها بودن همین جایزه رو میگرفتن و خانم ستوده فقط سمبولی از اونها بوده و به همه قضات و وکلای شریفی که در زندانن و یا گرفتارن این جایزه در حقیقت تعلق داره. من واقعا به همشون تبریک میگم و آرزو دارم که این بتوانند این اعتصاب و قضا رو با پیروزی در حقیقت کنار بگذارن، به سلامتیشون صدمه وارد نشه و آرزو دارم که این نظام سفاک و جاهر و جابر بره تا اینها بتوانند در یک مملکت آزاد و دموکراتیک رول برجسته ای رو که دارن در نظام دموکراتیک سیاسی آینده ایفا کنن. بی تردید اینها
از رهبران برجسته آینده ایران خواهند بود اگر بتوانیم که از این نظام عبور. خب رسیدیم به یک فراز بسیار مهم، از این نظام عبور کن. من شما رو بسیار انسان امیدواری میدونم و همگاه شما با ارزیابی وضع نظام این امید رو به مردم دادید که سحر نزدیک است، اندکی صبر، سحر نزدیک. حالا میرسیم به این نقطه‌ای که آقای کروبی بعد از 11 سال خونه نشینی وقتی به دیدنش میرن میگه بیاین انتخابات 1400 رو با شور بسیار برگزار کنید. شما این رو تعبیر چی میبینید آقای مهندس؟ من اولین برخوردم این بود که به شرط آزادی ایشون بوده، در حقیقت شرط همین مقدار رفع حس بوده که شما باید بیایید و انتخابات رو در اولین جلسه تبلیغ کنید، برای اینکه معقول نبود بین هزاران گفته وقتی فاصله زیادی هم با انتخابات هست چطورشون به یاد انتخابات افتاده. من فکر کردم که ایشون تن به تحمیلی داده که البته در شأنش نبوده، ولی قابل فهم آدمی که در حسه اگر بهش بگن یه جمله رو بگو و حست کم میشه خب ممکنه بپذیره، و شاید آقای موسوی همین رو هم نپذیرفته که این گشایش انجام نشده و شاید هم فردا پس فردا بپذیره. اینها احتیاج دارن انتخاباتی رو که حدس میزنن میزان مشارکت بسیار پایین خواهد بود، در بین اصولگرایان هم دعواهای بسیار بزرگی است. انتخابات ریاست جمهوری چند رأس میخواد که اونها هم با هم در اختلافند و دیگه تقسیم قدرتی مثل سابق که یکی رو اعلام کنیم بقیه رو به مناسب مهمی بگذاریم ممکنه کفاف نده، و خامنه ای به شدت دلواپس میخواد تنور انتخابات رو گرم کنه، برای اینکه براش ناموسی است که مشارکت بالا باشه. حالا یا با تقلب یا با این ترفندها هر طور که هست میخواد این بشه، و البته من فکر میکنم که مردم بیدارند و این روش ها جواب نخواهد داد مگر اینکه تقلب جواب بده، و این تقلب حتما خواهد. جناب مهندس، همونطور که شما فکر کردید مردم بیدارند، ولی نزدیک انتخابات که میشیم همین حرفای مثل حرفای آقای کروبی، حالا بعضی اصلاح طبیعی، دفعه آقای خاتمی میاد وسط، یه دفعه دوستان ما در خارج از کشور چپ و غیره و غیره تب انتخابات میگیرد چون که تو صف جلوی کنسولگری میاد. میخوام بگم آقای مهندس، گمان نمی کنید که بخشی از این گناه بزرگ ادامه یافتن رژیم بر گردن ماست؟ واقعا نباید یک بایکوت سرتاسری و جدی نگاه کنیم به بلوراسیا، نگاه کنیم به روسیه سفید، این مردم چجور تو خیابونان چجور دارن مبارزه میکنن؟ کاملا. ببینید، من از دوره انتخابات روحانی با شعار امتناع، امتناع آغاز یک انتخاب است، تحریم انتخابات رو به وسیله یک کمپین شروع کردیم، نتیجه نسبی هم داد. حداقل نتیجهش این بود که روحانی مجبور شد همه خطوط قرمز رو بزنه با موافقت خامنه ای کنار تا اینکه تنور انتخابات رو گرم کنه، و خب تقلب هم شد، ولی آغاز پایان انتخابات بود. اکنون واقعا اینا در مشکل لاینحلی هستند. اگر مردم بیاین و در میلیونی یک شرکت کنن ممکنه همه چیز از دستشون در بره، که نمیشه، یا مشارکت به قدری پایین میشه که مفتضح میشن، چوب دو سر طلا شدن. البته شما راست میگید، اینهایی که دو دوزه بازی میکنن، اینهایی که هم از کاسه و هم از تاغار ماس میخورن، نخواستم لفظ دیگه بگم، اینها در حقیقت افرادی هستند که بزرگترین جرم متوجه ایناست. اینهایی که با دوگانه‌گویی، انتقادات کوچک و تأییدات بزرگ این نظام رو نگه می‌دارند، اینها رو مردم باید بشناسند و باید اینها رو به مردم شناسند. آقای کروبی این مقدار قلیل آبرویی که بعد از سالها سیاهکاری بر خودش حفظ کرد،
به خاطر رشادتی که انجام داد اگر از بین ببره، همه این دوران هست رو در حقیقت بدون هیچ افتخار سپری کرده و همونطور بدنام خواهد موند که قبلا بود. پرونده بنیاد شهیدش رو خواهد شد، نه پرونده مبارزات. بله آقای مهندس، آقای کروبی حالا من بودم عمر دست خداست، ولی اون مقدار باقی مانده عمرش حالا آزادم بشه چه فرقی با حصرش داره؟ برای اینکه حصرش هم ایشون خانمش رو میبینه، بچه هاش رو میبینه، دوستان. این به نظر من هزینه بزرگی داد برای هیچی، چون شما میدونید کینه سید علی خامنه ای با این چیزا خالی نمیشه، اون اینا رو به ذلت میکشونه، حقیرشون میکنه، امتیازم بهشون نمیده. من آقای کروبی از این نظر منو خیلی عصبانی کرد و حرف شما کاملا درسته. پرونده بنیاد شهید باید رو بشه، داستان خریدن دارو باید رو بشه و همه اینا امیدوارم یه روزی رو بشه. خب آقای مهند، بله بفرمایید. حالا به هر نیتی، البته من برای کسی که در حسره صحیح نمیتونم، ولی ادعی میگویند که در کشتار 67 نقشه ایشون چه بود. بله و این بله. منقاب میگذارد. این پرونده ها فراموش نخواهد شد، در حافظه تاریخی مردم هست. ممکنه به خاطر اعمال مثبت ادعی از پاره ای از اونها بگذرند، ولی خواهند خواست که افشا بشه، معلوم دقیقا. بشه و دقیقاً ما میدانیم و با وجود اینکه میدانیم میبخشیم، ولی اجازه نخواهند داد که همه چیز مبهم بمونه و ادعی از فراز اون بگذرند و بدون انتقاد از این گذشته به آینده عبور کنند. من اینو یقین دارم. و آقای مهندس، جمله آقای موسوی که به دوران طلایی امام برگردیم که عملا باعث شد جنبش سبز شکست بخوره، خب این جمله یادمون نرفته. امیدوارم آقای موسوی حداقل حرمت خانمش و خودش رو حفظ بکنه و به چاله آقای کروبی نیفته. برسیم به این نکته جناب مهندس. آقای خامنه‌ای خیلی دوی علی گلابی کشید و امارات رو تهدید کرد و صفت خیانت داد. یک رهبر کشوری رو خائن میخونه، رهبراش رو خائن میخونه. شما چی فکر میکنید؟ این آدمی که تالا یک گلوله به اسرائیل نزده، همین دیروز 12 تا از آدمش اسرائیلی ها کشتن، آقای خامنه‌ای چی میگه؟ این بازی ها برای چیه که ایران رو به خطر بندازه؟ بله ببینید، ایشون فکر میکرد که یک دژ نفوذ ناپذیر مقاومت اسلامی در مقابل اسرائیل ساخته و راه قدس از کربلا میگذره و قدم قدم دارن به بلندی های جولان دست پیدا میکنن. سپاه رفته در سوریه و مواضع استراتژیکی که از اونجا موشک میتونه شلیک کنه بسازن و همه ثروت ملت رو در این اوهام خرج کرده. 30 سال در دوره رهبری خودش و 40 سال در پیروزی جمهوری اسلامی ثروت ملت به تاراج کشیده شده برای این مالی خولیای غیر قابل تغییر. حال میبیند که اسرائیل آمده در بیخ گوشش با همه اعراب دوست شد. امارات فقط در مقابل تهدیدهای خامنه ای بود که تن به این ریسک بزرگ دوستی با اسرائیل داد تا گنبد آهنین رو از اسرائیل بگیره، برای اینکه دائما تهدید میکردن که اگر فردا به ما حمله کنید اولین جایی که ویران خواهیم کرد امارات خواهد بود. بله. این خیانت تو بود، اگر اسم اینو بشه خیانت گذاشت. تو اعراب رو هل دادی به بغل اسرائیلی که در خوابم نمیدید. البته که اتفاق خوبیست و من استقبال میکنم. اما اونایی که فکر میکنن این استقبال خوبی نیست، این تو بودی. این تو بودی که آمریکایی رو که در دوره شاه آخرین پایگاهی رو که داشت در اقیانوس هند بود و اجارش داشت تموم میشد، آوردی در سراسر مرزهای بزرگ ایران، همسایه شمالی و جنوبی و سراسری ما کردی. همه این کارا رو تو کردی. این تو بودی که منطقه رو تا دندان مسلح کردی و بزرگترین بازاریاب اسلحه خاورمیانه هستی، برای اینکه با هر سخنرانیت 40 میلیارد سلاح فروخته میشه به اینا.
از ترس ماجراجویی هایی که تو با ثروت ملت ایران کردی، از تو خائن تر کی وجود داره واقعا؟ اینها دل به دلشون بستن، میدانن که شارع ممکنه باشون مخالفت کنه، میدانن که ممکنه شماها ترور بکنید، همه اینا رو میدونن، اما میگن وقتی در همسایگی ما فردی نشسته که هر آن ما رو تهدید میکنه که خلیج رو میبندیم، غیر قابل عبور میکنیم، به شما رو موشک باران میکنیم، شما رو از بین میبریم، ما جز دوستی با اسرائیل و آمریکا چه گزینه دیگری داریم؟ و به درست از این گزینه استفاده کردن و عبور کردن از این کینه بیمعنی تاریخی که عده‌ای در اون دمیده بودن و یک داستان قومی و مذهبی رو در قرن 21 چنون عمده کرده بودن که راه همزیستی در خاورمیانه به تخاصم دائمی تبدیل شده بود. اکنون عربستان سعودی اجازه پرواز میده، کمی محتاط‌تره، بقیه دارن نزدیک میشن و آقای کشنر واسطه این کاره و ممکنه که این مقدمه یک تغییر بزرگی بشه، ولی بزرگترین عامل این کار شخص خود خامنه‌ای و جمهوری اسلامی و سرداران قد و نیم قد سپاه هست. هیچ موقع نباید اینو فراموش کرد. اسرائیل به خواب هم نمیدید در وقتی که جمهوری اسلامی تازه آمده بود که بتواند این محبت اعراب رو داشته باشه و در کنار اونها بتواند همسایگان خوب باشن و مسئله فلسطین به مسئله ثانوی تبدیل بشه. آقای مهندس، یه نکته به نظرم خیلی قابل توجهه. هم عرفات و هم ابو مازن، بارها من اینو گفتم، به من گفتن ضربه‌ای که جمهوری اسلامی به ما زد از ضربات اسرائیل کمتر نبود، برای اینکه هر بار ما اومدیم با حماس وحدت کنیم، یه چمدون پول دادن با آقای محمود زها رو به حماس به هم زدن، حماس اومد دو تا تروریستی و انتحاری تو اسرائیل انجام داد، نتانیاهو تقویت شد. بنابراین هیچگاه این رژیم با ما نبوده، دوست ما نبوده. الان کاملا ببینید، الان شما آقای امارات، آقای مهندس، با این قراردادش با اسرائیل حداقل جلوی الحاق اراضی غرب رود اردن رو به صورت انکس به اسرائیل جلوشو گرفت. خود این به نظر من یه خدمت بود، ولی کار آقای خامنه‌ای کاملا درست صرف شما خیانت. خب شما ببینید، به مجردی که جمهوری اسلامی اومد، اولین کارش این بود که در درون جبهه یاسر عرفات یک شیخ کور رو کشف کنه، شیخ یاسین رو، و سازمان جهاد اسلامی رو با پول ایران در حول اون ایجاد کنه، و این باعث شد که غزه از اونا جدا شد، سازمان فلسطین به دو تیکه تبدیل شد. بعد مقدمات ترور مرحوم سادات رو فراهم کرد. این کار باعث شد که رادیکال های اسرائیل هم طرف دیگر صلح رو از بین بردن و همه اینها رو اینا کردن. اینها صلحی رو که در اون دوره باید منعقد می شد و از طریق مصر بزرگ، نه امارات کوچک، درست، 40 سال به تأخیر انداختن، ولی باز هم شکست خوردن. جلوی تاریخ را نمی توان گرفت، تاریخ رو مذبوحانه میشه به تأخیر انداخت، ولی بهای این تأخیر اینه که خود آدم هم با تاریخی که جلوش رو گرفته لوله میشه و از بین میره. آقای مهندس، شما فکر میکنید که آقای خامنه‌ای با این آتش به اختیار به سپاه واقعا جرأت اینو داره و کاری خواهد کرد که امارات رو ضربه بزنه؟ شما فکر میکنید این تا این حد میرن جلو؟ ببینید، اینها دنبال این مسئله بودن که انتخابات در آمریکا چی میشه. الان هر ضربه مهمی یک توان بسیار بزرگی برای آقای ترامپ خواهد بود، برای اینکه اقدامات قاطعی به دنبال خواهد داشت از طرف آمریکا و اسرائیل که وجهه ترامپ رو بالا خواهد. بنابراین اینا آچمزن، از یک طرف عکس العمل نشون ندن آبروشون میره، عکس العمل نشون بدن به نفع ترامپ. میگوین که وقتی که توپ رو در ایران آوردن در دوره شاه سلطان حسین، رمزون ها توپ در میکردن، همسایه ها اومدن شکایت کردن،
شاه سلطان حسین گفت توپو در کنید ولی توپو آهسته در کنید. اینا من توپ آهسته در میکنن. چهار نفر اونجا از بین بردن، ترور کردن که هم کاری کرده باشن و هم توپ آهسته در کرده باشن و هم تقویت نشه. خب اجازه بدید مهندس یک ترانه آذری گوش بدیم و بازگردیم در خدمتتون. با درود دوباره فرغانه قاسم آباد، چقدر زیبا بود، مولانا رو اینجور با شور و حال خوندن. خب جناب مهندس عزیزم، قبل از اینکه برگردیم به سرزمینمون، در آلمان ظاهرا گزارش ها اینجوری است که اگر تعداد کرونا مبتلایان بالا رفته، تعداد مرگ و میر کمتر شده. شما این دلیلش رو چه میدونید که این خیلی گزارش جالبی است؟ والا من متخصص نیستم، ولی چیزهایی که خوندم میگه که احتمالا دلیل این است که اولا تعداد آزمایش ها خیلی زیاد شده و دقیق شده، فوری جواب میده. سابقا مبتلایان زیاد بود، تشخیص داده نمیشد. منطقه فرقی که کرده، خب با وجود تعداد بیشتر مبتلایان تلفات کمتره. و یکی از تئوری ها میگه که شاید علاوه بر اینکه وسایل بهتر شده و بیمارستان ها یاد گرفتن، یکی از دلایلش هم اینه که در جهش های ژنتیکی که این ویروس کرونا کرده، در حقیقت به یک نوع کم آزارتری تبدیل شده و این خب میتواند منشأ امیدی باشه. البته به طور کلی میشه پذیرفت همه ویروس های خطرناک در طول زمان بالاخره به اون اگریسیوی، به اون تهاجم اولیه نموندن و مقداری تعدیل شدن. شاید این یکی هم اینطور باشه، ولی به هر صورت اینا اظهار نظر از آدمی است که هیچ سرشته ای از این کار نداره و فقط مقداری خوندم و خدمت خواننده ها نقل میکنم. همین خوبیش اینه که شما با همین احتیاط ماشاءالله سرحال و در خدمتتون هستیم و این به نظر من خیلی مهم بود که جامعه ایرانی خارج از کشور رعایت کرد. یعنی برخلاف اون چی که میگن، در خارج کشور جامعه ایرانی بسیار رعایت کرد. به همین دلیل تلفات کمتر بود نسبت به مقایسه با جوامع دیگر. آقای مهندس، آقای روحانی در روزهای اخیر یه حرفایی میزنه که آدم اصلا تعجب میکنه که این آدم دوچار مالی خولیا شده، دوچار مشکل روانی شده، چی آدم میتونه بگه؟ اخیرا ایشون حرفایی میزد راجب این که نخه ما در برابر آمریکا پیروز شدیم و پدر امریکا رو در آوردیم و در مجامع بین المللی، حالا یه شورای امنیت که معلوم بود از اول چیه قضیه، و اینه که خلاصه ملت هم سانکشن و این مجازات ها راحت دارن تحمل میکنن. آیا واقعا ملت دارن تحمل میکنن که 40,000 تومن پول گوشت بدن؟ یا میدونی آدم، آقای مهندس، من و شما چون تو ایران نبودیم، رقما برامون یه خود سخته این رقما رو وقتی میشنویم، ولی واقعا آقای روحانی چی فکر میکنه؟ و شما آقای روحانی رو در میان، در کنار خیانت خامنه‌ای، روحانی هم خیانتکار نیست به نظر شما؟ بله کاملا هست. مثل هر دیکتاتور دیگری، میزان تحمل بر اینا اینه که چند درصد جامعه جونشون رو کف دستشون میگیرن بیرون میدن. تا موقعی که اکثریت نیومدن، برای اینا معنیش اینه که اکثریت تحمل میکنه. تحمل معنیش یک معنای انسانی برای اینا نداره که چقدر آدما شب بر بالین گرسنه سر میگذارن، بچه هاشون گرسنن، چقدر مریضن، چقدر دارو ندارن، چقدر امکانات اولیه ندارن، چقدر در اثر کرونا میمیرن. اینا براشون مطرح نیست. مطرح اینه که آیا ما به عنوان یک نظامی که به این مردم تجاوز میکنیم، خونشون رو میمکیم، مالشون رو از دستشون میگیریم، آیا با وضعی مواجهیم که بترسیم از اینکه فردا باید بریم یا هنوز فرصت داریم؟ و اینا تا موقعی که این جنب و جوش رو از اکثریت مردم نبینند، همین رو خواهند گفت. متاسفانه اینجور حکومت ها یک روز صبح بیدار میشن و با یک انفجاری روبرو میشن که دیگر
جای پس و پیش نداره و همه چیز رو با هم میسوزونه. برای اینکه تا لحظه آخر ملاکشون همینه که آیا مردم آمدن بیرون یا نه، آیا منفجر شدن بیرون یا نه. هیچ کاری برای پیشگیریش نه تنها نمی کنن، بلکه دائم نقشه می کشن که اگر در جیب کسی چند سناری پول بود چطور در بورس این ور اون ور اون رو هم از جیبش برو باین، یا خودرو رو پیش فروش و اقساطی بهش بفروشن به لطایف الهیل از اون که هست فقیرترش بکنن. از طرف دیگه خب مردم در حقیقتش دقتی نمی کنن. این طبقه میانی صبح بیدار میشه میبینه ملکی که داشته نسبت به سال قبل 120% ترقی کرده، فکر میکنه پولدار شده، اصلا نمیگه که این پول من قدرت خریدش چی شده. و این عده زیادی رو تحمل رو برشون آسون میکنه، یعنی یک جنبه روانی داره، برای اینکه اصلا دقت نمیکنه که همه چیزش از بین رفته، ثروتش به سلس اونی که بوده تبدیل شده. فقط میبینه که این خونه که درش مینچسته امروز میگن 200 میلیون، میگن 2 میلیارد، میگن 6 میلیارد، و فکر نمیکنه که این میلیارد ها دیگه اون میلیارد ها نیست. 500 میلیون تومان 16000 دلار شده، 17000 دلار شده، 1 میلیارد 32000 دلار شده، پولی نیست و در نتیجه دچار این اشتباه میشه. و آقای مهندس یادمونه که شما با اون زمان اگر شما مثلا 100 هزار دلار که میشد 700 هزار تومان خونه ای داشتی در ایران، یعنی قصر داشتی، یعنی شما در یه شرایط رویایی زندگی میکردی. حالا میگم اینا همه تبدیل شده به خیال برای ما. دبیر کل شورای مدیریت گذار چه گزارشی از گذار برای مردم ایران داره؟ فعالیت های جدید، تماس های جدید، چه کاری کردید اخیرا؟ بله، متاسفانه فضای انتخاباتی که در آمریکا هست مجال کار ویژه‌ای رو نمیگذاره، به خصوص که هم احزاب رقیب و هم آقای ترامپ مشغول یک مبارزه ای هستن که در تاریخ آمریکا در این شکل خودش بی سابقه بوده و جامعه رو پولاریزه کرده، و بنابراین دغدغه جامعه آمریکا در حقیقت انتخاب بین این دو کاندید بزرگ برای آینده آمریکاست. ولی در عین حال کارهایی که در شورای مدیریت گذار شده تماسهایی بوده که دائما داریم در مورد اعتصاباتی که در ایران هست، خب توانستیم که ارتباطات زیادی برقرار کنیم و تا اونجایی که ممکن بوده کمکهایی رو سازمان بدیم، و امیدواریم که این کنسپتی که البته ما از دور دستی براتش داریم، اونهایی که در محل هستن بسیار بهتر میدونن که چه کار باید بکنن، ولی ما فکر میکنیم که تا موقعی که اعتصاب ها محلیست و خواسته های خودشون رو در اولویت قرار میدن، حمایت ها هم محلیست. موقعی حمایت ها عمومی میشه که خواسته ها عمومی بشه، خواسته ها نه اینکه سیاسی بشه. میدانیم که الان مرحله ای نیست که خواسته های این اعتصابات سیاسی بشه، اعتصابات فعلا یک جنبش مطالباتی، اما عمومی بشه، یعنی بخواهند تا یک مرکز رهبری عرض به خدمتتون شوراهای کارگری مستقل ایجاد بشه، انتخابات آزاد برای اعضای اون داشته باشد، صندوق‌های کارگری رو که به تاراج رفته احیا کنند و مدیریت رو به خودشون واگذار کنند، حرکت سندیکایی آزاد بشه. این جور خواسته های عمومی و یا این که خواسته هایی که نتیجه اون این هستش که قدرت پیدا کنند، مثلا معلمان وقتی مطرح میکردن که این نظام آموزشی قابل اجرا نیست و نظام جدیدی میخوان، این یک نوع خلع سلاح یک حکومت ایدئولوژیکه. اونا میگفتن ما یک آموزش غیر ایدئولوژیک میخواییم تا شاگردان سالمی تحویل این جامعه بدیم. این جور چیزاست که حمایت عمومی میاره. مادامی که تظاهرات با وجود این همه استقامت، با وجود این همه قهرمانی که مثلا در هفت تپه میشه یا جاهای دیگه، از حدود
خواسته های محدودی که بسیار هم لازمه، وسیله زندگی اونهاست و اونها باید داشته باشن، در این شکی نیست، ولی تا موقعی که توسعه پیدا نکنه حمایت عمومی هم جلب نخواهد کرد. این رو هم باید آدم ببینه و شورای گذار روی این هم برنامه داره که مال باختگانی که در بورس مال باختن، اون قسمتی از طبقه متوسطن که به شدت ناراضی هن و اونها پتانسیل این رو دارن که به این اعتراضات عمومی ملحق بشن و گروه میانی جامعه هم میتواند به تردید خودش غلبه کنه و به این اعتراضات بپیونده. ما در این پروژه ها کار میکنیم ولی کارها بسیار سخت پیش میره برای جبری که در آستانه انتخابات هست. یادم هست شما اشاره داشتید به کامیون ها، کامیون داران، رانندگان کامیون. گمان میکنم اگر این مجموعه هم نقل اضافه بشن میتونه خیلی تأثیر بزرگی داشته باشه. اونا همیشه البته این هستش، ولی ببینید مشکلی که در حمل و نقل هست به قدری کار کمه که وقتی یکی از اینا یک کار پیدا میکنه نمیشه بهش که کامیونتو بخوابون و اعتصاب کن. واقعا خیلی هاشون یک هفته در انتظار دادن یک بار هستن و اینکه همه کارخونه ها خوابیده تو ایران، میدونید مشکلات واقعا در سطحی است که همونهایی که در محل هستن دونه به دونه به ما توصیه میکنن که خیلی جلو نرید، برای اینکه با زندگی ما وابسته است و ما اون رو اونطوری مدیریت بکنیم که زندگیمونم اداره بشه. ما مجبوریم با تواضع به نصایح اونها گوش بکنیم، برای اینکه اونها دستی در آتش دارن و ما فقط میتوانیم که تجربیات بین المللی رو به اونها منتقل کنیم. آموزگار اونها نیستیم، هموند و یار اونها هستیم و میخواهیم از اونها بیاموزیم و تجربه های بین المللی رو به اونها منتقل. آقای محمد صدر، معاون سابق وزیر خارجه، وزیر کشور، عضو مجمع تشریح مسند نظام، حرفای زده بود دیروز قابل تأمل بود و این بازی که رژیم برای گریز از مسئولیت پذیری در مقابل پولشویی ادامه داده، او گفته که این بازی در نهایت به ضرر ماست و ما چاره‌ای نداریم برای پذیرفتن این. شما فکر می‌کنید واقعا رژیم در برابر این واقعیت‌ها و این حتی نصایحی که از درون خودش بهش میشه آمادگی این رو خواهد داشت بالاخره با واقعیت آشتی کنه و بپذیره که برای خودش نمیتونه نغمه بزنه، ساز بزنه، دزدی کنه، پولشویی کنه و این بازی ها رو ادامه بده؟ ببینید تجربیات بین المللی میگه که نظام بزرگی مثل شوروی سابق نتونست آخر یعنی نتونست اجماعی درون خودش برگزار کنه، برقرار کنه که راه سالمی رو بره و فرو نپاشه. البته ایدئولوژی اونها محکوم به فنا بود ولی میتونستن طولش بدن و به جایی کار رسید که چند نفر پاشدن رفتن بلاروس فعلی با آمریکایی‌ها مقابله نامه نوشتن و تسلیم رو امضا کردن و یلسین نتیجه اون تسلیم شد و سر کار اومد. بنابراین در ایران هم همینطوره. اینا ببینید سپاه اگر پولشویی بشه، اینا اگر FATF رو امضا کنن و با پولشویی مبارزه کنن، یعنی در حقیقت باید از سال 89 تا کنون همه داد و ستت هایی رو که داشتن هم از بانک ها و هم از صرافی ها علنی کنن و بعد از این هم تخلف نکنن. خب سپاه شما میدونید هم اکنون این مقدار ارزی که تو ایران جا به جا میشه به وسیله سپاه و به وسیله عده‌ای صراف در ابوظبی و دبی و عمان و کشورهای عربی و ترکیه و این ور اون ور، اگه اینا جلوی این رو هم بخوان بگیرن و شفاف عمل کنن، دیگه معنیش اینه که اون شرایطی رو که آقای پومپئو گفته این بار از طریق مالی بپذیرن، یعنی پول به متحدین خودشون راه ندارن برسونن. متحدین اینها نمیتوانن به حمایت اینها امیدوار باشن. اینها باید همه کارهای گذشته رو شفاف کنن و در نتیجه همه باندهای اینها و باندهای دیگر منطقه که در پولشویی دست داشته رو میشه.
بنابراین آقای صدر ممکنه اینو آرزو کرده، ولی تجربه ما میگه که به هیچ وجه عملی نخواهد شد. اینها FATF رو یا امضا نخواهند کرد یا امضا کنند عمل نخواهند کرد و بنابراین این تحریم ها به قوت خودش باقی خواهد. و آقای مهندس شما فکر میکنید این بازی که رژیم آغاز کرده، یعنی اینا فکر میکنن مثلا FATF هم میتونن همینجوری کش بدن، زمان بخرن برن جلو؟ و من گمان میکنم الان به نقطه رسیده که اروپایی هم در این قضیه اختلاف چندانی با امریکا ندارن. آیا شما حس میکنید که اروپا هم تغییر موضع داره میده؟ خب ببینید، از 3 سپتامبر اگر آقای ترامپ موفق بشه تحریم ها رو برگردونه، از جمله این تحریم ها تحریم های بزرگ مالی است که ظاهرا اونطور که آقای پومپئو میگه اروپایی ها اگر بخوان رعایت نکنن با تحریم آمریکا مواجه میشه. بنابراین مجبور خواهند شد که دیگه این موش و گربه بازی FATF رو پایان بدن و به یک جایی برسونن. و فکر میکنم مدت زیادی نمونده اگر ترامپ موفق بشه. اگر موفق نشه که مسئله دیگری است و باید دید که آقای بایدن چه کار خواهد کرد. آیا شما همینطور که حدس میزنید گمان میکنید با آمدن آقای بایدن تغییر اساسی در سیاست آمریکا حاصل بشه؟ به معنای دیگه آیا واقعا میتونیم فکر کنیم رابطه آمریکا با اسرائیل مثلا تغییر خواهد کرد یا با کشورهای عربی؟ نه خیر، ببینید این وضعیت فعلی آمریکا که نه یک ابرقدرتی مثل دوران جنگ سرد، نه با هیچ کدوم از کشورهای دیگه دنیا از لحاظ نظامی و اقتصادی قابل مقایسه است. بل. چندین بل. و چند سرگردان از همه بلندتره. این هر رئیس جمهوری بیاد خواهد بود، نه یک جانبه خواهد توانست دراز مدت دیکته کنه. و اینکه روشی که آقای ترامپ داره، خب بعد از مدتی با عکس العمل های مواجه میشه که قابل ادامه نیست و نخواهد توانست وضع موجود رو ول کنه. یعنی از این دو سلاحی که در اختیارشه، یکی برتری نظامی یکی برتری بانکی، استفاده نکنه. اگه از این دوتا هم استفاده نکنه، باید از هم اکنون قبول کنه که چین و هند نیروهای رقیب بالقوه‌ای هستن که در کنارش ایستادن. بنابراین مجبور این راه رو ادامه بده و تا اونجایی که به ایران مربوطه، اگر ایران رو قبول کنه که در وضعیت فعلی وجود داره، سرمشق بزرگی خواهد شد در تمرد از آمریکا و آمریکا قدرت خودش رو از دست میده. بنابراین من به هیچ وجه فکر نمی‌کنم بایدن در اساس عوض کنه. ولی اون چی که مهمه، وقتی یک رئیس جمهوری میاد، 5-6 ماهی خودش و ادمنستریشنش جا نیفتاده. جمهوری اسلامی از امروز به فرداست و این فرصت براش یک فرصت طلایی است و به همین دل بسته، وگرنه میدونه که بعد از 6 ماه دوباره آقای بایدن هم مجبور خواهد شد که همین روش ها رو ادامه بده. جناب مهندس، برسیم به سوال، گفت 64,000 دلاری، به سوال پایانی مون. این که رژیم عروسکایی رو اینجا و آنجا بزک میکنه، به صحنه میفرسته، یه روز آقای فتاح میاد افشاگری میکنه، فردا غلط کردن میکنه، و این که اینا میخوان برای بازی انتخاباتشون یه چهره مثل احمدی نژاد از کیسه بیرون بیارن، شما اولا فکر میکنید که این بازیشون تا چه حد میتونه اساس و پایه داشته باشه و واقعا خامنه ای دنبال شریک برای پسرشه و آیا مردم به این بازی جدید اعتنای خواهند کرد بر اساس تجربیاتتون و برداشت؟ ببینید، همین جریان آقای فتاح رو مقایسه کنید با افشاگری هایی که مثلا 5 سال پیش 6 سال پیش شد. بله، اصلا اون حساسیت رو در جامعه ایجاد نکرد. عجیبه. درسته، درسته. برای اینکه اینقدر دزدی شده بله، اینقدر افشاگری شده، اینقدر از این حرفا زدن و اینقدر دروغ و راست ملغمه از این دوتا در اومده که به هیچ چیز ملت نه باور دارن، نه اعتنا دارن و نه حساس. بنابراین اگر سابق میشد از این بازی ها در آورد و تنور انتخابات رو داغ کرد، الان ولرم هم نمیشه. و اینه که اینا موندن چیکار کنن. اینها واقعا ماندن و سعی میکنن به تدریج هی این سناریوها رو تکرار کنن تا یکیش بگیره.
از محاکماتی که در دادگستری است، از این افشاگری ها، نمیدونم خلاص کردن آقای کروبی از هست، فردا آقای موسوی، دیگران، هزاران بازی در خواهند آورد تا اینکه ببینن کدوم یکیش یک کمی ملت رو تکون میده. اگر دستگاه های نظر سنجیشون نشون بده که ملت رو یکیش تکون داده، اون وقت رو اون سرمایه گذاری میکنن و تنور انتخابات رو داغ میکنن. تا حالا که نتیجه نداده و تجربه من میگه که این بار هر کاری بکنن در حقیقت گره بر باد زدنه و کارشون به جایی نخواهد. آقای مهندس راجب نوید چه میگید؟ نوید افکار، یه کشتگیر که رژیم میخواد بکشتش، دو برادرش هم به حبسای سنگین محکوم کرده، و آیا در واقع این جنبش جهانی که پیدا شده، این هشتگ، این میتونه تأثیر گذار باشه که جان این جوان رو نجات بده؟ مادرش اندوهگنانه میگفت حتی حاضر نیست که تکرار کنه که چه حکمی برای پسرش داده. بله ببینید، متاسفانه خانواده مقتول میگن که ما تحت فشاریم ولی حاضریم ببخشیم، اینا نمیگذاره. ببینید قصد بر قتل این جوان ورزشکار ایرانیست که افکار عمومی این همه پشتیبانشه، ممکنه بشه نجاتش داد. دفعه پیش خب این طوفان توییتری اثراتی گذاشت، امیدواریم این بار هم بگذاره و رژیم حتی موقت هم که شده عقب بشینه، از این ستون به اون ستون فرجه. ولی مسئله فقط افکاری نیست، مسئله افکاری هست. اینها برای ایجاد رعب در بین اقشار مختلف، به خصوص اونهایی که با بسیج و سپاه و اینا رو در رو شدن، بی دریغ میکشن، بی دریغ از بین میبرن و در این پیام دارن. این پیام رو مردم میفهمند ولی از کنارش میگذرند و دوباره همین آش و همین کاسه، مردم عقب نمی نشینند، مردم میلیمتر به میلیمتر عرصه رو به اینا تنگ کردند. اینها مانند کسانی میمونند که در جزیره ای افتادند و دور اینها رو نهنگ هایی گرفتند و آرام آرام پیش میاد. اینا هیچ امیدی ندارند، در محاصره مردمند، مردم حلقه محاصره رو دائما تنگتر میکنند، جامعه جهانی هم تنگتر میکنه، ولی اینا چاره ای نداره. اینا تنها چارهشون اینه که هر کیو که پیدا کردن بکشن. امیدوارم این جوان نجات پیدا کنه. من به استقامت این جوان درود میفرستم. واقعا افکاری با ویدیوهایی که داد، با صدایی که به مردم رسون، نشون داد که یک جوان شایسته است که میدونه چی میخواد، و امیدوارم مردم تقدیر شایسته ای ازش بکنن، حمایت بکنن و جانش رو نجات. سپاسگزارم آقای مهندس، ممنون از مصاحبت با شما و مثل همیشه شما قنای زیادی به برنامه من بخشیدید. سپاسگزارم ازتون. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا دیدار بعدی، به اتفاق آقای مهندس حسن شریعت‌مداری، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.